سلام خدمت شما. سوال اول این که میشه گذشته کسی رو پاک کرد؟ یعنی مثلا میگم یه خانومی باشه که مثلا شیطون باشه، هفته دو سال به شیطونی کنه قبل از اینکه با شوهرش فقط شیطونی بکنه، شما فکر میکنید میشه این آدم فراموش کرد یا باید همیشه دو حساب این آدم گذاشت؟ بستگی به آدم ها دارن که اگه ایرانی باشه نه ایش وقت نمیتونه مرد ایران فراموش کنه. من تا اینجایی که میدونم 99.99 is they don't. ولی خارجی این کار میکنه. نه یعنی یکی آدمه مثلا چیتویی بوده و اینا دیگه حتما تا آخر عمرش چیتو میمونه؟ نه نمیمونه، ولی خب میمونه دیگه، کارماش میمونه تو جهان دیگه، پاک نمیشه ولی هست. نه فکر نمیکنم. یعنی اگه یه خانومی مثلا خلاف کرد، یه پسری مثلا دخترباز بوده، تا آخر عمرش دخترباز؟ نه دخترباز نیست، ولی اینکه به قول شما نمیشه پاکش کرد. یعنی بعد از 20 سال اون دو تا هم بیار بزنن، یه خانم مثلا یکی با یه خانم کاری ای کار اشتباهی کرد، حالا شاید درست نمیتونم توصیف کنم، ولی بعد از 20 سال هم دیگر ببینن نظرم یادشون میفته که این هم مرده است که با من یه همچین حرکتی کرد. به نظر فهمیدم. پس آدمایی که باهاش اینوالو بودن اونا همیشه میدونن طرف کیه، ولی آدمای جدید شاید بدونن شاید ندونن. شاید بدونن شاید ندونن. نه نمیشه فراموش کرد، نه خودش نه هیچ کسی فراموش نمیکنه. یعنی اون خانومه که شیطون بوده دیگه همه به اسم شیطون میشناسنش، نمیشه فراموش کرد. نه نمیشه، ویژگیهای آدما با خودشون همیشه هست. ولی من توی تجربه دیدم کسایی که مثلا اینطوری بودن عوض شدن، یعنی مثلا وقتی بزرگ شدن خیلی آروم شدن و اینجوری شدن، یعنی مثلا انگار خالی شدن. جناب عوض شدن با فراموش کردن فرق میکنه. ما گذشتمون رو فراموش نمیکنیم ولی عوض میشیم. متوجه شدم. بله. دخترها بیشتر چیت میکنن یا پسرها؟ پسرها فکر میکنم. منم موافقم پسرها، خدا وکیلی دممون گرم. هر دوشون. خیلی جالبه، آقایون میگن آقاها، خانوما میگن هر دوشون. اینو یاد بگین آقا، نشون میده که ماها خنگیم. نه من حقیقت و واقعیت رو دارم میگم، اون چیزی که دارم میبینم تو جامعه. منم موافقم. من مامانم بعضی روزا میره بیرون تلفنش خاموش، دو ساعت میگیم کجایی، میگه نون میخریدم. میگیم کلام مامان شما تبریک میگم، مامان خیلی خوبی داری. نونم نداریم. پس حتما دنبالش بریم ببینیم کجا. نه دیگه گفتیم نمیخوایم، میدیدی چیزی نمیخواد جوابشو بدونی، میگه کاری نداریم، میگیم انشالله نون میخره. انشالله. به نظر من هر دو. من هم دیگه از اینجا بعد منم موافقم هر دو. ولی الان فرقی نمیکنه. این واقعا درسته، اینو منم متوجه شدم که واقعا کاملا درست میفرمایید. شما گل مصرف کردین تا حالا؟ گل زیبا خوبه، ولی گلی که بخواد مصرف مخدری باشه نه، خیلی بده، خدا مرگم نده. به نظرم بعضی جاها مفیده، بعضی جاها اصلا خوب نیست. بعضی جاها که یارو اعصابش واقعا به هم ریخته، بعضی موقع ها از طرف خانوادهش فکر میکنم یه همچین چیزی که بهش یه دفعه آرامش میده براش بد نباشه. من موافقم. دکتر هم اینجا دارن به قول معروف چی میگن؟ هم فارسی شده هم افتر میگه ساره به قول معروف به قول دارو میدن دکترا دارو. نه خوب نیست، برای اینکه من که کلن اصلا هیچ وقت سموک نکردم، هیچ نوعشو حتی ترای نکردم، ولی یه ریسرچ هست برای در دانشگاه هاروارد انجام داده در مورد ماریجوانا که طولانی مدت اثر بسیار منفی روی مغز داره. سو نمیدونم، ولی بچه ها همه میگن خیلی حال میکنی وقتی استفاده میکنی. منم بچه ها رو تایید میکنم. میگم میریم رو فضا. من موافقم همیشه رو فضا بشیم، بهتر از کل زمین. شما به نظرتون خانوما پول پرستن؟ اوه 100% 100% 100% اصلا نگو این حرفو، اصلا سوال اشتباه بودی. جوابیش برش ندارم. 100% 100% تموم شد. نه آقایون چی؟ نه هیچکی پول پرست نیست، همه نه. من هست. کدومشون میشه؟ کدومشون بیشترن؟ بازم اون بستگی که به شخصیت داره. آخه این آماریه، چیزی نیست که بگیم مثلا من دو نفر تو خانواده‌ام پول پرست باشن، خانوم باشن، یا آقا باید بگم آقاس یا خانوم. اینا چیزی نیست که آمار باید بگه که هستن یا نه. خیلی مهمه که آقا نسبت به خانوم و آقا بودن نیستش که یه تأثیری هستش. هر انسانی میتونه با مغز یه کاری انجام بده. نه همشون. آقایون چی؟ الزاماً نه همشون.
و تو جفتشو میشه پیدا کرد هم خانم؟ بله هر دو، تو هر دو میشه پیدا کرد. توی برای سکس بهتر آدم روی مواد باشه، یعنی مشروب یا هر چیزی که خودتو علاقه دارین یا نه؟ نکردم. کدومو، سکس رو یا مشروبو؟ مشروب رو، مشروب با سکس. خب پس شما پس ووت میکنی به سوبر دیگه، میگی بهترین سوبر. بله خدا مرگت بده. منظور تو چی نه؟ یعنی مثلا یعنی مشروب خورده باشه یا نه؟ من تا حالا با مشروب امتحان نکردم و همیشه هم خوب بوده. نمیدونم حالا با مشروب من چقدر عجیبه. این شما نفر دومی هستین که اینو میگین. همه ایرانیا سوبریم؟ نگفته بودیم به من از این جور سوالا قرار بکنی. گفته بودم میتونی بگی خدا مرگم بده. خدا مرگم نده. سوال آخر، بچه یا سگ؟ خیلی سوال سختیه. بچه. سگ. همه گفتن سگ، یعنی راحت باشه. چون سگ و وفاشون بیشتر از بچه. خدا کنه بچه من نبینه. سگ. 100% سگ. من دو تا دختر دارم، یکیشو خیلی ازش راضیم، خیلی ازش راضیم، که اونی که ازش ناراضیم باعث شده که کوچیکم روم تاثیر بذاره. بابا ازت سگم تو بغلم همیشه، یعنی بدترین بلا رو سرش بیارم کودکش بزنم مراتم که دو دقیقه بعد واده پیشم دیسر میزنه که ببخشید. پس من از بابای خودم معذرت خواهی میکنم. زنده باشی. نه شما یه همچور هستی. من هر دوشو دارم، نمیدونم. هر دوشون هم دوست دارم. درست لیو؟ انا شایدم هم اینجاست. بچه تون هم اینجاست؟ هر دوشون پسرم اینم سگم. پس نمیتونن راستشو بگم. واسه همین میگم بچه. جلوی روز جفتشون هم راست میگه. مساوی هم پس؟ از چه نظر؟ اگه یکیشون انتخاب میکردین واسه زندگی بعدیتون کدوم انتخاب میکردین؟ انتخاب میکردم واسه زندگی بعدیم نمیدونم یعنی چی، ولی خب بچه جای خودشو داره، سگم جای خودشو دیگه. اگه من یه تفنگ میارم یه گوله دارم به من بگین یک کوک بکشم وگرنه خودم میکشم. خب پس بچه رو انتخاب کردم. خیلی ممنون از وقتتون. ممنون از لطفتون. لطف کردی بابا، مرسی، خیلی ممنون. لطف کردی. عیدتون مبارک. عید شما مبارک باشه. روز خوبی داشته باشین. خیلی ممنون که وقتت رو دادید. قربان شما برم سهیل جان. خیلی خوشحالم. عیدتون مبارک. مرسی. خیلی ممنون. مرسی که وقتتون رو دادید. متشکرم. روز خوبی داشته باشین. ان شاءالله که برنامه پربیننده‌ای داشته باشید. مرسی، ممنون. مرسی بچه‌ها.